آغاز تزکیه نفس با چه امری است بچه ها و کدام ثمره رو به دنبال دارد؟ بچه های گلم میدونید دیگه، درس هشتم دینیه دوازدهم. خود تزکیه نفس یعنی پاکی، تا اینجا قبول، پاک شدن از هر گناه، تا اینجا قبول. ببین یه آغاز بچه ها تزکیه نفس داریم، یاد باشه، یا تداوم تزکیه نفس. آغاز تزکیه نفس با توبه هست، قبول، اما تداوم تزکیه نفس انجام دستورات الهیه. این سوال آغاز رو خواست، تداوم نخواست. پس یه بار دیگه بچه ها، آغاز تزکیه نفس توبه از گناهانه. پس فعلا تخلیه و خود به خود به دست میاد بچه هستم به نظر من دیگه، قبول. یه بار دیگه، تزکیه نفس باشی آغاز میشه بچه ها با توبه، که خود گذنی یک آورد، هم دو هم سه هم چهار ربطی به توبه نخواهند داشت. سه یه مقدار میتونست بچه ها ربط داشته باشه ولی غلطه. بچه ها گلم، توبه به معنای انقلابه، قبول، اما نه انقلاب علیه خود عالی. حواستون باشه، توبه بچه به معنای انقلاب علیه خود دانیه، نه خود عالی. وقتی ما توبه میکنیم انقلاب میکنیم، یعنی مبارزه میکنیم علیه خود دانی، نه عالی. خب پس تو آغاز توبه، ببخشید، آغاز تزکیه نفس با توبه از گناهانه. کدام ثمره رو داره بچه ها؟ آیه معروفیه، قد افلح من زکاها. ثمرش چیه؟ رستگاری خواهد بود، افلح خواهد بود. بهترین گزینه گزینه یک خواهد بود.